28 مرداد امسال مردی در اصفهان با یک تفنگ ساچمه‌ای چند زن را مورد اصابت قرار داد. او طی 48 ساعت دستگیر شد، اما بعد از مدتی با وثیقه سنگین آزاد شد. تصمیمی که نگرانی خانواده زنان آسیب دیده را چند برابر کرده است. رسانه‌ای شدن این حادثه حدود 2 ماه طول کشید و در نهایت 21 مهر امسال روزنامه شرق برای اولین بار گزارشی درباره این موضوع منتشر کرد. رئیس کل دادگستری استان اصفهان بعد از رسانه‌ای شدن این حادثه اعلام کرد که دستگاه قضا با قاطعیت و دقت تا صدور حکم به این پرونده رسیدگی می‌کند. طبق اظهارات او اعتیاد این فرد به مواد مخدر صنعتی تایید شده. با این حال خانواده فرد تیرانداز دلایل دیگری را مطرح کردند. در این گفتگو یکی از این زنان ماجرای 28 مرداد را تعریف می‌کند. شبی که کنار هتل دانشمند اصفهان مورد اصابت گلوله ساچمه‌ای قرار می‌گیرد. افراد آسیب دیده دیگر به دلیل نگرانی حاضر به مصاحبه نشدند. اون روز من با دوستم داشتیم رفتیم کتاب بخریم تو راه برگشت. ساعت 9 شب بود. تو راه برگشت که اومدیم دوستم داشت با تلفن حرف زد. من صورتم به سمت دوستم بود، پشتم به خیابون بود. تو که داشتیم میرفتیم اول یه صدای بلند اومد، بعد من یه درد بعدی توی کمرم حس کردم و اصلا یه لحظه افتادم، چشمم سیاهی رفت و افتادم. بعد که یکم حالم بهتر شد به دوستم گفتم که اصلا چی شد، این چه صدایی بوده اینا؟ گفت نمیدونم. گفتم تو کسی رو ندیدی؟ گفت نه. بعدم از کمرم داره خون میاد، یعنی دست که گذاشتم دستم پر خون شد، لباسم هم پاره شده بود. همونجا یه بوتیک بود، رفتیم داخلش که توی پرو ببینیم مثلا چه اتفاقی افتاده. فروشنده گفت که فکر کنم ساچمه خوردین، صدای ساچمه بود. رفتیم همونجا یه درمانگاه بود، گفت که ما اینجا پزشک نداریم، نمیتونیم هم عکس و اینا از تو بگیریم، باید بری بیمارستان. من خیلی اصلا شوکه بودیم جفتمون، چون نمیدونستیم چه اتفاقی افتاده. پدر دوستم اومد دنبالمون، همون نزدیک بود که بریم بیمارستان. همین موقع من زنگ زدم به بابام که آره من این اتفاق برام افتاده، دارم میرم بیمارستان. وارد بیمارستان شدیم، گفتن چه اتفاقی افتاده؟ گفتیم ساچمه خوردم. حتی خود پذیرشم گفت چی شده دوباره ساچمه ای آوردن. بعد فهمیدیم که یه نفر دیگه هم ساچمه خورده و به کتفش خورده بود دیگه. تا فرداش طول کشید عکس گرفتن و اول گفتن این ممکنه وارد کلیه شده باشه، بعد گفتن نه وارد نشده، دوباره گفتن نه امکانه این که وارد کلیه شده باشه، آسیب زده باشه هست. تا فرداش دیگه که گفتن عصر بود باید بری اتاق عمل. بعد خود دکتر جراح هم گفت این 12 سانت از کمر که خورده حرکت کرده به سمت شکم تو. و دکترم گفت اگه 1 سانت 2 سانت این طرف تر بود قطعا خورده بود توی نخاید و قطع نخا شده بوده. بعد دیگه عمل کردن و من تا فرداشم بیمارستان بودم. همون شب اول که ما رفتیم بیمارستان از پلیس اطلاعات همه جا اومدن پیگیری کردن که چی شده، چه تو کجا بودی، چه ساعتی بوده. بعد روزی که من مرخص شدم از بیمارستان تا رسیدم خونه زنگ زدن که ما اینو گرفتیم. فکر کنم 48 ساعت بعدش بود که گرفتنش. پدر منم رفته بود دیده بودش. یه پسر 34-35 ساله گفت قد بلندی داشت، هیکلش هم درشت بود. پدرتون متوجه چیز غیر عادی تو این فرد شده بودن؟ چون گفته شده بود که ایشون اعتیاد به مواد مخدر صنعتی داشتن. به ما گفتن نه. یه فرد عادی بوده. بعد فهمیدیم که این اصلا از اون طرف خیابون تیر میزده. بعد 10 دقیقه بعدش هم یکم بالاتر همون دختری که به کتفش خورده بود و زده بود، ولی اون چون با اورژانس اومده بود سریع تر رسیده بود به بیمارستان. من چند تا بیمارستان رفتم بعد اون رسیدم. همون موقع که راه هم نمیتونستم برم، یعنی باید رفتم پزشک قانونی، اصلا میخواستم بلند بشم و روی تخت، مامانم کمکم میکردم، نمیتونستم بشینم. الانم که هم خط بخیش خیلی جاش درد داره، هم اینکه خب اولش که جسمم روی روحم از سر گذاشت، کلا من خیلی شوک بدی به هم وارد شد. بعد پیش دکتر که رفتیم گفت الان این اثرات روحی توی که نمیذاره جسمت خوب بشه، گفت از نظر روحی کاملا تو به هم ریختی. من الان مثلا قبلا تنها تو خونه میموندم، تنها توی اتاقم میخوابدم، الان نمیتونم توی کوچه، میترسم برم همون که میرم میترسم، کلا نمیتونم تنها جایی باشم. گفتن دستگیر شده، آره بازم بود. الان که گفتن دوباره آزاد شده دیگه بازم نمیتونم، هنوز اصلا نمیتونم، نمیتونم تو کوچه برم. با مادرم اینو بیرون بودم و دوست دخترم زنگ زد گفت که
خاله میخوام یه چیزی بگم طوری نشده تا گفت طوری نشده من فهمیدم یه اتفاق افتاده گفتم بگو چی شده رفتم کاشانی اونجا پیاده شدم همون اولم پشم گفتم به دخترم رسیدگی کنین اول تخت نبود هیچ تختی نبود حدود 2 ساعت نشسته بودم که یه تخت به ما بدن والا اونجا که بودیم اون یه نفر که دیدیم اون یه خانمی که پشت کتفش خورده بود ولی یه خانمی هم اومده بود برای بچهش داشتون گفت که ما بچه رو بردیم یه بیمارستان اونجا کرونا بوده قبول نکرده اونجا هم یکی اومده بود اونجا هم تیر زده بودن بهش هر کی میمد یه چیزی میگفت همون شب هم گفتن که چرا گفتن دو نفر هم مثل اینکه اومده بودن من ندیدم ولی گفتن دو نفر هم مثل اینکه اومده بودن ولی بعد رفتند سرهایی رفته بودن ما فقط چون ما باید عمل میکردیم ما موندیم ولی اون دو نفر من ندیدم ولی شنیدم که میگفتن که امشب شروع بوده و مثل اینکه یه چند تا ماجرای اینجوری اتفاق افتاده بود میگم بعضی ها میترسم همه بیان بگن یا عنوان کنن اون شب هم چون شوهر من تماس گرفت با 110 و شد بیاییم رسیدگی بکنیم تیر خورده همون شب هم اومدن از خیلی جا اومدن سره چه داشتن واقعا گرفتنش چون دوربینا رو چک کرده بودن و گرفتنش رو دستش من درد نکنه اون روز ما توی اون دادگاه یه خانمی دیدم همونی که بعدم توی کار پزشکان دیدمش بعد اونم رو به دخترم اصابت کرده گفت که دیروز روز قبل از اون یعنی 2 روز بعد از دختر من توی خودم قبل از اینکه اونو زده بود و بعدش گرفتنش شکایت که ما اول نفر بودیم شکایت کردیم بعد اون خونه بادم گفتیم بریم شکایت کنیم که کتفش خورده بود حتی با اون یه نفر هم گفتن که شکایت هم کنیم چی کار بکنیم گفتم نمیره شکایت بکنیم یا اون یه خونه بادم اومدن شکایت کردن خونه بادی 3 ماه من دیدمشون تو همه این فرایند حالا با توجه که توی مقطع تحصیلی حساسی هم هستی تو همه این فرایند حالا پزشک قانونی بری پزشک بری پیش روانشناس بری همه اینا وقت ازت گرفته قطعا خیلی من داشتم برای کنکورم میخوندم و خب این کار باعث شد نتونم دیگه بخونم من اصلا تمرکزم حتی برای درس خوندن ندارم نمیتونم خانواده اومده بودن در خونه ما که مادرش و خالش که رضایت بدیم گفتم که به خاطر من نمیدونم زنگ زدن اول که ما میخواییم بیاییم اونجا گفتم نیاییم بعد یه رو بعد از آن دیدیم زنگ خونه میخوره گفتم میشه بیاییم چند لحظه دمه در من رفتم دمه در مادرش بود و خالش یه جمع شنگی گرفته بودم اومده بودم گفتم به شما بیاییم خونه گفتم نه تو خونه نمیام اجازه ندارم چون تو هرم گفته راشو نده نمیشه بیام خونه ما بعد که خب بزنگم دمه در ورودی گفتم خب دمه در ورودی رو بیام اومدن گفتم اومدیم حلالیت به طلبی گفتم که کار به شما نداره شما یه مادری حالا هر خلافی بچت کرده رفتی به شما نداره گفته بودن که میشه دخترتونم بیاد پایین مثلا حالا ببینیمش اول من یکم ترسیدم ولی خب چون مامانم هم بودن رفتم پایین بعد به منم گفتن ببخششو نمیدونم حلال کن و اینا گفتم که خب اصلا بهش همون حرف مامانم گفتم به شما ربطی نداره که حالا اون کارو کرد بعد گفتم که من نمیتونم ببخشمش هر چه قدم که بگذره نمیتونم گفتن به خاطر مامانش ببخششو گفتم خب مامان منم یه مامان اون شب این حالش بد شد و حتی بعدم که عموش زنگ زد گفت ما اصلا انتظار نداشتیم شما اینطوری برخورد کنیم مثلا گفتیم که حالا دعوا میکنی مادرش رو من همون روز دیدم و یک بار دیگه دیدم خالش نام همون روز ولی عموشون دائم زنگ زدن دائم که بیاین نزایت بدیم به خاطر مادر پدرش گفتم به خاطر خود همون مادر پدرش بزنیم یه مدت تو زندان بمونه تا تنبیه بشه چون الان این بیاد بیرون مادرش دوباره از صبح استرس اینا داره که این الان داره میره بیرون یه کار خطایی دیگه نکنه خب من این مشکل روانی پیدا کرده حالا بزنیم گفتم اگه مشکل روانی پیدا کرده خب باید درمان بشه اگر هم سالمه که باید حالا این مدت زندانشو بکشه نه ما الان نمیایم رضایت بدیم بعد گفت بیاین دیه بدون میدیم بیاین رضایت بدین و ما 30 میلیون بدون بدیم بیاین رضایت بدین و پول بیمارستان رو میدیم رضایت بدین گفتم اصلا حرف سر اینا اما دوباره زنگ زد شما رضایت بدین و ندین ما اینو میاریم بیرون بعد دیگه صحبتی نشد دوباره چند روز بعد زنگ زدن که آره پس نمیان رضایت بدین آره با یه لحن بدی
گفتیم نه گو خب مگه خون پاره خوردی که رضایت نمیدی؟ یه تیر ساچمه ای بوده چه شده حالا مگه خون پاره که نخوردی بیا رضایت بده. هر بار یه چیزی گفتن، یه بار گفتن پسر ما عاشقه یه نفر بوده بهش نرسیده الان اینجوری شده، گفتم آهان چون یعنی هر کسی که عاشق یه نفره بهش نمیرسه باید تو فنگ دست بگیره بره دختر مردم رو بزنه. از اعتیادش حرفی زدن چون گفتن که این فرد اعتیاد به ما فرم مورد این که عاشق یکی بوده رو گفتم، هم مادرش هم خالش هم خونه. حرفی از مشکل روانی و اعتیاد و این چیزا بزن. چرا روانی و چرا گفتم که سر این موضوع که مثلا عاشق یکی بوده رو با روانش ریخته به هم. ولی اعتیاد نه گفته شده که حالا اینا دلایل مذهبی داشتن، یعنی به خاطر اینکه حالا مسائل مثل حجاب یا این چیزا مطرح شده. این خون مادر و این فرد، شما آدم های مذهبی دیدین؟ یعنی آدم هایی دیدین که خیلی معمولی یعنی دقیقا مثل خودمون کاملا معمولی هم خالش هم مامانش معمولی. نه من فکر میکنم این یه چیز علکی که بخوان این مورد رو بگن که به خاطر حجاب بوده، چون دختر من عروب فوقلاده معمولی میره تو کوچه میاد، حتی به فرض که این موردم بوده باشه فکر نمی کنم دلیلی باشه موجه اجازه بده که بخواد قاضی بشه یا بخواد حکم بده که من این چون حجابش خوبه یا بده بخوام تیرش بزنم. اصلا دلیلی نداره، هر کس خودش میدونه. خبر آزادی شو دقیقا چهارشنبه دو هفته پیش شنیدیم، به محصه این که شنیدم چون شهرم هم بیرون شهر بود، بعد صبحش با دخترم رفتیم دوباره دادگاه. بعد که رفتم گفتم پس شما دو هفته پیش گفتیم که نمیتونه این بیاد بیرون، من اومدم چطور شد پس الان بخوام یه وثیقه سنگی گذاشته؟ گفتم گفتیم نمیتونه چون تفنگ باهاش بوده نمیتونه اصلا وثیقه بذاره. بخوام وثیقه سنگ این گذاشته، این بعد وثیقه سنگ گذاشته تا روز دادگاه. گفتم آخه بعد چی؟ چرا این شما چه تضمینی میکنین که این آقا الان میاد بیرون؟ تضمینی هست یکی دیگر تیر نظره؟ با خانم خودشون گفتم که تضمین میکنم یعنی حواسشون بشن. واقعا نمیدونم آیا طبق قانون این حق داره بیاد بیرون، حرف نداره، نمیدونم واقعا توی موارد قانونی من اصلا نمیدونم. من دخترم هنوز داره درد میکشه، الان میبینم یه دختر به این سن کم، چرا باید از الان اینجوری بشه؟ وقتی فهمیده آزاد شد خودت چه احساسی داری؟ وای من اصلا اینقدر اصلا من گریم گرفت واقعا، یعنی چون که من دخترم تا شب گریه میکنم. اون چرا آزادش کردم؟ من چی آزادش کردم؟ این الان روح و روان من رو ریخته به هم، دو ماه من دارم اذیت میشم و الان باید به این راحتی بیاد بیرون. من هر صبح باید قرص بخورم تا بتونم از تختم بلند شم، بعد اینقدر راحتی میاد بیرون.